سلام دوستای عزیز، امیدوارم خوب باشین. در هر جای دنیا که باشین لباس عافیت به تن داشته باشین. داودی کامیار هستم از کشور زیبای برازیل، با یک ویدیوی دیگر در خدمت شما هستم. در این ویدیو میخواهم درباره رزیدنسی صحبت کنم. می تعداد دوستایی که بنده را تعقیب میکنه اینا را ما دیدم، بیشترین دوستای ما از کشور زیبای برازیل هست، بینندگان ما، و از کشور پاکستان هست، از کشور ایالات متحده آمریکا است، و از افغانستان، و تعداد اندکی از ایران، و بسیار تعداد اندک کمی از ترکیه، قطر، اونجا هم شاید افغان ها باشه. ما برای همه شما بیننده ها و شنونده های عزیز درود میفرستیم. و یک گلایه از دوستا دارم پیش از اونی که شروع به ویدیو کنم، اینکه ما تعداد بیننده های ما در کل که روز قبلی دیدم تمام جزئیات، تقریبا 11% از بیننده های ما ویدیوی ما را سابسکرایب کرده، و 89% از بیننده های ما که در گراف نشان میداد متاسفانه ویدیوی ما را سابسکرایب نکرده تا هنوز. و ما هم تقریبا نزدیک به یک سال هست که فعالیت میکنیم در یوتیوب. بسیار زمان اندک مانده که ما یک سالگی ما تکمیل شود. تا یک سال ما اگر تعداد مشخصی سبسکرایبرهای خود را که 1000 تا سبسکرایبر از پوره نکنم، تمام دستاوردهای یک ساله ما از دست میره و یوتیوب ما اعتبارش از بین میره، نابود میشه، و ما هم نمیتونم با دوام بیارم که با دوستا بعد از این معلومات شیر بکنم، شریک بسازم. پیش از شروع ویدیو از دوستای عزیز خود خواهش دارم که ویدیو را که میبینه، هر دوست ما که تا هنوز ویدیو را سابسکرایب نکرده، لطفا خواهش دارم همراه ما کمک کنین، به خاطر خودتان، به خاطر اینکه ما بتونم دوام بیارم. و پیش از یک سال تعداد مشخص سابسکرایبرها را پوره بکنم، از شما خواهش دارم که یوتیوب بنده را میبینین، تا هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید، و ما بسیار مدیون شما میشم. و طبعا من به عنوان یک افغان آواره به همکاری شما نیاز دارم، و حس مسئولیت میکنم که به عنوان یک افغان تمام معلومات را به صورت دقیق، واقعی و عینی با شما شریک بسازم. اما از شما همه قدر خواهش دارم که یوتیوب بنده را سابسکرایب کنید، تا اینکه پیش از زمانی که یوتیوب ما از بین بره اعتبارش و یک سالگیش پوره شود، بسیار زمانی کمی مانده، 8 روز نوروز اینا مانده که ما یوتیوب ما یک ساله میشه، و ما تعداد مشخصی 1000 سابسکرایبر اگر پوره نکنم، همه فعالیت های ما نابود میشه و از بین میره. این برمیگرده به درک شما عزیزان که با 30 ثانیه یا کمتر و بیشتر وقتی که میگیره، چقدر هم شهامت و شجاعت شما اجازه میده که شما یک افغان خود را، یک هموطندار خود را، یک انسان را که با شما همکاری میکنه کمک کنه. ایره می سپارم به درگ خود شما. شروع میکنم به ویدیوی امروز ما. ویدیوی امروز ما humanitarian residency، یعنی ویزه بشردوستانه کسی که در اینجا آمده در برزیل چگونه درخواست بشردوستانه رزیدنسی، یعنی اقامت رزیدنسی در اینجا میکنه. خب ما تایی 5 مرحله را صحبت میکنم. اول صحبت میکنم که چی قسم آدم ها میتونه به برزیل درخواستی بیته به رزیدنسی. وقتی که با ویزه بشردوستانه میاید چی قسم آدم ها میتونه درخواستی بیده، و وقتی که درخواستی داد کدام اسناد اول موقتا برایش داده میشه و کدام اسناد بعدا مرحله سوم به صورت قطعی و همیشگی داده میشه که اسناد همیشگیش باشه. و همچنان صحبت میکنم انترنشنال تراویل، درباره سفرات اینها که به کجاها میتونه سفر بکنه با این اسناد، سفر میتونه نه، و درباره حقوق یک کسی که به رزیدنسی در برزیل اپلای میکنه، ما صحبت میکنم که شخص از چه حقوق و امتیازاتی برخوردار هست در کشور برزیل. خب امیدوار هستم تا پایان ویدیو همراه ما باشین. اولین بار نقطه ریکویست یا درخواستی است. ابلاغیه ای که از طرف نهاد کاریتاس که قبلا این را برای شما معرفی کردم در ویدیوی قبلی روی برنامه ریفیوجی به صورت مشخص صحبت کردم، و در این ویدیو روی برنامه رزیدنسی صحبت میکنم. دوستایی که برنامه ویدیوی ریفیوجی ما را ندیدین، از شما دعوت میکنیم و او را ببینین
بسیار مهم است. بعد خود شما تفکیک کنید و تفاوت بین اینا را خود شما فوری پیدا میتونید. ما جزئیات رزیدنسی را صحبت کردیم، جزئیات رفیوجی را، جزئیات رزیدنسی را با شما صحبت میکنه. اولین مرحله درخواست است. Administrative process before the federal police، یعنی مراحل اجرایی یا پروسه اجرایی درخواستی رزیدنسی قبل از پلیس فدرال شما چی کارا باید بکنید، یعنی کدام اشخاص ها میتونه که درخواستی بدید. For Afghan national and stateless persons who have been affected or displaced by the situation of violation of human rights in Afghanistan، میگه او اشخاصی که توسط یک وضعیتی یا در نتیجه یک وضعیت بدی حقوق بشری در افغانستان آواره شده از افغانستان و آمده وارد برزیل شده، در نتیجه نقض حقوق بشر در افغانستان او متواری شده و بی وطن شده آمده به برزیل، ای افغانی میتونن به رزیدنسی اپلای کنن. این مرحله اول هست. چی شخصی میتونه درخواست بده؟ اینمی آدم، کسی که از افغانستان در نتیجه نقض حقوق بشر خطری در جانش بوده یا مشکلاتی بوده، کیس انداخته آمده ویزه بشردوستانه برزیل برش داده شده، آمده وارد برزیل شده، برای این میتونه رزیدنسی بگیره. خب یک موضوع. نقطه دوم، پریویزری دکومنت، اسناد ابتدایی که برای ازی داده میشه چی است؟ RNM National Migration Number، یک نمبر میگریشن یا مهاجرتی برای ازی، یا کارت نمبر مهاجرتی برای ازی داده میشه به نام RNM. بسیار خوب. این کارت نمبر چند سال اعتبار داره؟ Valid initially for 2 years. این کارت نمبری که اولین بار برای یک رزیدنسی داده میشه اعتبارش 2 ساله است. برای ریفیوجی اعتبارش صحبت کردم قبلا که 1 ساله بود. بسیار خوب. It can be renewed for indefinite period if proven that you have legal means of subsistence in Brazil. این میگه به صورت نامحدود قابل تمدید هست اینمی کارت نمبر، در صورتی که ثابت شود که شما بود و باش شما یا زندگی شما در برزیل بوده به مدتی همین 2 سال، یا اگر سفر هم کردین به کشور دیگه به صورت قانونی رفتین و به صورت قانونی آمدین، که روی از این سفر هم ما صحبت میکنم که چی گونه شما میتونید با رزیدنسی به کشور دیگه قانونی سفر کنید. خب بعد 2 سال این میگه تمدید میشه تا وقت نامحدود قابل تمدید هسته، به شرطی که بودن شما در برزیل ثابت شد، و اگر سفر هم بکنین در این صورت شما قانونی سفر کرده باشین. خب It is possible to work, study, etc. میگه با همین کارت نمبر امکانات کار کردن، مطالعه کردن، درس خواندن، تحقیق کردن و موضوعات etc. یعنی غیره موضوعات هم امکانش هست. این از موضوع previous document، یعنی اسناد ابتدایی که به شما داده میشه. میریم نقطه سوم، definitive documents، اسناد قطعی و همیشگی. After renovation RNM National Migration Number، میگه بعد از ای که اینمی RNM شما که اول به شما به مدت 2 سال داده شده، ای دوباره تمدید میشه، یعنی به صورت نامحدود تمدید میشه. Permanent residing permit for an indefinite period، کسی که در برزیل به رزیدنسی درخواستی داده، اینمی آدم میتونه زندگی کند، رزیدنسی داشته باشد یا زندگی کند، پرمیت یعنی اجازه زندگی داشته باشد، for an indefinite period، برای یک زمان نامحدود و به حد و حصر. یعنی شما دیگه وقتی که ایره بعد از 2 سال بر شما تمدید شد، دیگه بعد از او با یک مدت نامحدود و نامعین شما میتونید در اینجا زندگی کنید. البته این ابلاغیه را هم UNHCR شما میبینید، در پایین ابلاغیه ما با شما شریک ساختیم، هم UNHCR برزیل ایره تایید کرده و هم کاریتاس، نهاد کاریتاس تایید کرده. خب میریم سر نقطه چهارم. نقطه چهارم چی است؟ International Travels،
یعنی چی سفرات چی قسم سفر میتونید شما نانیت نسیسری انفورمیت برزیل گورنمنت. اگر شما بخواین رزیدنسی اپلای کنین در کشور برزیل و بعد از اینکه اپلای کردین هر وقتی که شما بخواین سفر کنین به یک کشور دیگه میتونین سفر کنین. ایج نیاز نیست که شما در این صورت دولت برزیل را یا پلیس فدرال برزیل اینا را در جریان قرار بدین. منتها اینجا یک شرط داره که کشوری که شما سفر میکنین و او کشور برای شما ویزه بیته و بعداً به او کشور که میرین تا 2 سال باید پیش از 2 سال باید پس بر بگردین به کشور برزیل. اگر بر نگردین به کشور برزیل اتومات درخواستی شما درخواستی رزیدنسی شما از بین میره و لغو میشه. این موضوع انترنشنال تراویل یعنی سفرهای بین المللی بودن. خب رایت چی حقوق شما در برزیل دارین؟ وقتی که به رزیدنسی شما اپلای میکنید چی حقوق امتیازات دارین؟ Work, Study, Travel حق کار را دارین، حق تحقیق و تعلیم و تدریس تحقیق و درس خواندن و تدریس دارین، حق سفر را دارین. حتی میتونین اگر توانایی ها داشته باشین اینجا تدریس هم کنین، درس بدین، حق کار میشه. Public Health Care and Education شما حق محافظت صحی را دارین که شما یعنی به صورت رایگان در شفاخانه برزیل تحت تداوی مراقبت صحی قرار بگیرین و حق تحصیل را که دوباره ایدوکیشن گفته تکرار کرده هم داریم شما. Request the yellow passport Brazilian passport for foreigners شما میتونین برای پاسپورت زرد برزیلی همچنان با رزیدنسی درخواست بدین که برای شما با رزیدنسی میتونن پاسپورت زرد برزیلی را بدین. البته در خصوص پاسپورت زرد برزیلی وقتی که شما بخواین سفر بکنین قبل از اون که برای شما اما سند همیشگی شما داده میشه، سند رزیدنسی شما، شما میتونین اگر پاسپورت افغانی شما دارای اعتبار باشه شما میتونین از برزیل به صورت قانونی به کشور دیگه درخواستی ویزه بتین و برین. ولی اگر پاسپورت شما وقتش تمام شده باشه، بالفرض شما میخواین 3 ماه بعد یا یک سال بعد سفر کنین، ولی تا اون زمان اعتبار پاسپورت شما از بین میره وقتش تمام میشه، شما در این زمان میتونید درخواست پاسپورت زرد برزیلی کنید و با این پاسپورت به کشور دیگر سفر نمایید. این بود از معلومات در خصوص رزیدنسی و یک سلسله سوالات متفرق و پراگنده ای که دوستان از ما باز هم در قسمت ریفیوجی و رزیدنسی سوال کردن، اینا را در یک ویدیوی دیگر با شما شریک میکنم. امیدوار هستم دوستای عزیز، از شما خواهش دارم، تقاضا دارم به خاطر حفظ دستاوردها و تمام تلاش های یک ساله ما که بالای 200 و چند تا ویدیو را مشیعش تا اینجا اپلود کردیم، هزینه کردیم، این ویدیو را دوستایی که میبینن از شما خواهش دارم یوتیوب بنده را سابسکرایب کنید تا اینکه یوتیوب ما تمام دستاوردهای یک ساله ما از بین نرود. تا ویدیوی دیگر بدرود، شما را به خدا میسپارم. بدرود.